من وطنان گرامی مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم و امروز روز چهارشنبه است. امروز در واقع روز 25 از ماه اپریل هست. در روزهای 2012 در روزهای چهارشنبه با این وقت اندک ما خدمتتون مطالبی از شاهنامه میگوییم و مطالبی هم میخوانیم از کتاب مستطاب شاهنامه فردوسی. و عرض شود که امروز وقتی شد بپردازیم به داستان همون دنباله دوستم اسفندیار و سفارش اسفندیار. چند نکته هست بد نیست. علاقه مردم در داخل ایران به شاهنامه بسیار زیاد شده، حداقل فروشش ما میدانیم چندین برابر است شده است. اما این خریدن این کتاب که خب مثل چه پاره آجر گذاشت در کتابخانه، چه یک کتاب فرقی نمی کند. این کتاب برای خوندن است. به قول یک نفر، یک معدنچی بود، یک کتاب فروشی ما داشتیم در گلپایگان به نام آقای خادمی، عمر طولانی هم کرد. شنیدم تو همین اواخر بود ما دبستان دبیرستان می رفتیم مسری می زدیم به آقای خادمی دائم. بعد یک معدنچی بود با لباس همون من هم در کدام معدن کار می کرد. ما اونجا ایستاده بودیم دیدیم که این آقا کتابای خریده و پیچید روی دستمال. بعد یه چیزی گفت که من با اون ذهن بچگی یا نمیدونم تینیجری هنوز بیادم هست. این آقا گفت مقصود اندار که گره میزد، گفت مقصود از کتاب خوندن است و مقصود از خواندن فهمیدن است و مقصود از فهمیدن عمل کردن است. این مردی بود با لباس معدن. حالا نمیدونم چه شد دیگه. به هر صورت حالا من اینجا خدمت شما امروز یکی دو نکته عرض میکنم در ارتباط با این. دارم جمع آوری میکنم این یادداشتایی که در این 3 و اینا نوشتیم و اینا جمع آوری میکنم، شاید بتوانیم این کار رو به انجام برسیم. خب عرض شد که یکی از مراتب لازم برای این که ما بفهمیم این کتاب چی گفته است، احیانا اگر در کار تصحیحات هستیم، ما باید که بدانیم این حرکات جنگی به چه وجه بوده، آلات جنگ چگونه بودند، چگونه از اینا استفاده می شد، دژها چگونه ساخته می شد، در دژ چگونه باز می شد. اینا همینجوری نیست. حالا من می خونم عرض کنم که این چیزی که در چاپ مسکو هست که اینا 98% بلکه بیشتر تکیه کردن به نسخه 675 لندن. حالا من میخونم و یک توضیح میدم خدمتتون. اینجا یک واو، اینجا یک واو هست شده از دستنویس اصلی 675 لندن. این دانشمندان مسکو به اون چاله افتادن، به طور کل صحنه یه چیز دیگه شده با یک واو، واو عطف. ببینید اونجایی که سهراب در واقع گریخته گردآفرید، وقتی که خب اینا صحنه بدیم واسه دیگه کمی تجسم کرد، یعنی باید حقیقتا تجسم کرد، چون این مراتب مربوط به شاهنامه تصاویرش کارهاش همه آفاقی، همه این جهانی، همه مادی، همه حرکاته. مراتب عرض میکنم تجریدی و اینها نیست که ما حالا بشینیم و فکر کنیم در خیال یه چیزای هر کسی یه چیزی داره. جنگ داستان حرکت دست و بازو و شمشیر و اسب و این داستان هاست. خب گردآفرید سهراب رو فریفته، بعد ناگهان انان پیچیده و سمند سرفراز بر دژ کشیده. انان را بپیچید گردآفرید، سمند سرفراز بر دژ کشید. خب قلعه گیان دارن تماشا میکنن از اون بالا، گجده هم سایر پهلوانان دژداران نگاه میکنن. اینا گجده هم قلعه دار او کوتوبال او هست، داره نگران احوال گردآفرید داره نگاه میکنه. به محض اینکه دید گردآفرید داره میگریزه و سهراب تعقیبش داره میکنه، میاد پایین در رو باز میکنه. گردآفرید عرض میکنم که سوار اسب وارد دژ میشه، در میبنده. این درهای دژها رو از بیرون باز و بسته میشد، نه از بیرون، از درون باز و بسته میشد نه از بیرون. حتی بعض اینها میومد پایین، دو زنجیر در دو طرف داشت. عرض شد که بعد با
تشکیلات خیلی عجیب چوبی ساخته میپیچیدن، این میورد بالا و از بارا که قابل شکستن نباشه. این در فراز کردن، در فراز کردن به معنی در بستن، شاید از اونجا آمده. معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه دراز کنید. حدیث مجلس انس است و دوستان جمعند، و ان یکا بخوانید و در فراز کنید، یعنی در رو ببندید. باری حالا من میخونم خدمتتون، ببینید این وابی که اینجا از میان رفته به طور کل یه چیز دیگه شده، یعنی صحنه تغییر کرده، مثل یه فیلمی که ما قیچی کنیم یه چیز دیگه باشه. انان را بپیچید گرد آفرید، یعنی کاملا عصر رو برگردان 180 درجه حرکت عصر تغییر کرد. سمند سرافراز بر دش کشید به سوی دش، همی رفت سهراب، همی رفت و سهراب با او به هم، بیامد به درگاه دش یا دز یجدهم. خیلی خوب، یعنی اینجا یک ایجاز جالبی است. حالا نمیگوید که یجده اون بالا نگاه میکرد و چنین دید اومد، نه، اینا رو همه در یک بیت خلاصه شده. همی رفت و سهراب با او به هم، بیامد به درگاه دش، دز البته بوده، حالا ما میخوانیم دش، یجده هم در باره بکشاد. نسخه مسکو رو عرض میکنم، خیلی چاپ خوبی است. در باره بکشاد گرد آفرید، تن خسته و بسته در دش کشید. خب اینجا ما اینه که میفهمیم، میگیم که حرکت گجده مثلا بیکار بوده، برای چی آمده پایین؟ در باره بکشاد گردآفرید، یعنی گردآفرید همچی که با اسب با اون شتاب حراسان از جان میامد، در دش رو باز کرد آمد تو. اینجا خیلی اتفاقات عجیبه، این اصلا ارزش نداره، این صحنه اینجور نیست. اول اون که گجدهم برای چه آمد پایین، گردآفرید چگونه در باز کرد، در دش همواره بسته است، یک کسی باید از داخل باز کنه. ها این واو بین عرض کنم که بکشاد و گردآفرید که حذف شده، به طور کل فعل بکشاد رو به گردآفرید منصوب کرده، گجدهم هم بیکار شده. و این فکر نکردن که بابا این واوی که حالا اینجا افتاده و کتاب های دیگه هم بوده در دستشون، نمیدن نسخه دو نسخه لنینگراد بوده اینا، اون همه اون وابه هستش، قادر نبوده گرد، در موضعی نبوده گرد آفرید که در باز کنه. سوار اسب در حال فراز، سهراب هم با شمشیر، یا حالا شمشیرش هم بگیم نبود دستشون، دید که دختره اینها، باری بدین وجه بوده. همین رفت و سهراب با او به هم، بیامد به درگاه دز گجدهم، در باره بکشاد، و یعنی در واقع این فعل بازگشت فاعلش می شود، گجدهم در باره بکشاد و گرد آفرید، تن خسته و بسته در دز کش. به طور کلی چیز دیگه، داستان چیز دیگه است، به طور کلی درست ایناست، درست اینه، چون اصلا مقدور نیست که گرد آفرید در قلعه رو باز کنه با اون شتابی که اون می آمد و وحشتی که او داشت و استرابی داشت. لازمه اول اون که مطلق نمیشه و در دژ رو از بیرون باز کرد که بگیم گرد آفرید در رو باز کرد. بنابراین این وابی که اینجا افتاده به طور کل فاسد کرده صحنه رو. در باره بکشاد گرد آفرید، این تازه حالا نسخه خیلی خوبی است که این نسخه لندن چیز همین مسکو، اما این واب که اینجا افتاده به طور کل این تخیل رو یه چیز به یک جای دیگری رهنمون می شود که مقصود شاعر نبوده، چیز غیر ممکنی است. در باره بکشاد گرد آفرید، تن خسته نخیر، در باره بکشاد، و یعنی که اون گجدهم که آمده بود دم در از بالا نگاه می کرده، همین رفت و سهراب با او به هم، بیامد به درگاه دز گجدهم، در باره بکشاد و گرد آفرید، تن خسته و بسته در دز کشید. خب این یه مطلبی هست، عرض می شود که یه مطلب و دو مطلب نیست دوستان. خب بسیار عالی، حالا ببینید اینجا چه اتفاقی افتاده. یه اتفاق عجیب افتاده به خاطر پس و پیش شدن یک کلام کوچیک. این کاتبان عزیز فکر کردن که این یه چیزی کم داره،
از خودشون ساختن و وارد کردن و بعد این قطعات وارد شاهنامه شد. من میخونم شما توجه فرمایید. خب گرد آفرید که وارد شده است خیلی تشویقش کردن که هم جنگ جستی هم افسون و رنگ بهش میگوین، نیامد ز کار تو بر دوده ننگ. یه به به گرد آفرید تشویق کرد که چه کردی تو ای دختر که هم رزم‌آوری کردی و هم افسون و رنگ، یعنی هم در واقع خدعه زدی به دشمن و با این اعمال تو به خاندان ننگی وارد نیست، که هم جنگ جستی هم افسون و رنگ، نیامد ز کار تو بر دود ننگ. بخندی بسیار گرد آفرید. این خنده خنده هیستریکاله، در واقع خنده معمولی نیست، چون از میدان سهراب گریخته، اون کارها رو کرده، اون حرفا رو زده. بسیار بخندید بسیار گرد آفرید، به باره برآمد سپه بنگرید. خب وقتی وارد شده و اسب پیاده شده، گفتن که در واقع تشویقش کردن، درم بستن، الان دیگه از دشمن مسئول هستن. گفت این کاری که تو کردی، هم نه جنگ کردی، جنگ خوبی کردی، هم افسون و رنگ به کار بردی و نیامد ز کار تو بر دوده ننگ، باعث ننگ خانواده نشدی. گرد آفرید فقط خندیده، بخندید بسیار گرد آفرید. خب حالا میاد بالا و نگاه میکنه، میره سهراب سوار اسب ایستاده پایده ایزاره بالا رو نگاه میکنه. چو سهراب را دید بر پشت زین، چنین گفت که ای شاه ترکان و چین، چرا رنج گشتی کنون بازگرد، هم از آمدن هم ز دشت نبرد. بخندید و او را به افسوس گفت که ترکان ز ایران نیابند جفت. خب یا آقا تو اشتباه کردی آمدی، خودت رو زحمت دادی آمدی، بگر برو. بعد این بخندید و او را به افسوس گفت، یک مرتبه آمده بین سخن، مثل اینکه یه چیزای قطع شده. من یه بار دیگه میخونم. چو سهراب را دید بر پشت زین، چنین گفت که ای شاه ترکان و چین، چرا رنج گشتی کنون بازگرد، هم از آمدن هم ز دشت نبرد. بخندید و او را به افسوس گفت که ترکان ز ایران نیابند جفت. درست میشه که ابیاتی اینجا هست شده، این بخندید غیر منتظره است. چی شد بخندید او را؟ درست میشه که یک چیزای سهراب گفته، گوش کرده، بعد در جواب گرد آفرید بخندید و او را به افسوس گفت. این تغییر کوچیکی در عبارت شده، هیچ چیزی لازم نداشته، به این ابیات الحاقی که ساختن گذاشتن بین چرا رنج گشتی و بخندید، فکر کردن چیزای سهراب گفته، حالا گرد آفرید خندیده و جواب داده. خب ایناست این جعلیاتی که ساختن. بدو گفت سهراب که خوب چه، به تاج و به تخت و به ماه و به مهر، که این باره با خاک پس داورم، تو را ای ستمگر به دست داورم. همش جعلی اینها. چو بیچاره گردی و پیچان شوی، ز گفت نبهره پشیمان شوی. بعد بخندید و او را به افسوس گفت که ترکان ز ایران نیابند جفت. یعنی اینا فکر کردن که یه چیزای افتاده، حالا حتما سهراب اینا رو گفته، و بعد این بخندید در جواب این حرف هاست، که اساسا اگه سهراب عاشق بوده، این طریق سخن گفتنه، عاشق نیست، و عرض شود که در نسخه های استخوندار قدیم هم این نیست، این قطع نیست. خب این داستان بدین وش بوده، عرض کنم که بله. بعد یه بیت دیگه هم هست در نسخه قاهره. کجا رفت پیمان که کردی پدید، چو بشنید گفتار گرد آفرید. بخندید و او را به افسوس گفت که ترکان ز ایران نیابند جفت. خیلی خوب، هر شبت که در حالی که اینجا چیزی که هست شده بوده این بدین وش بوده بیت، بله
به دو وجه آمده، در واقع به دو وجه آمده است اینجا که من هر دو وجهش رو براتون میخونم. خب اینجوری بوده است، عرض شود که در نسخه سن جوزف که یک کشف فوق العاده مهمی بوده، یک گنج شایگان بوده، بسیاری از ضبط های کهن رو این کتاب داره. خب چرا رنج گشتی کنون بازگرد، هم از آمدن هم ز دشت نبرد، بخندید زان پس به افسوس، گفت که ترکان ز ایران نیابنجو. میگه بخندید زان پس، بخندید وانگه، در بای سنگوری و سن جوزف بخندید وانگه، یعنی در واقع این خنده تلیعه یک مطلب جدید هست که خواست بگوید. بخندید زان پس، یا بخندید از آن پس، بخندید از آن پس به افسوس، گفت که ترکان ز ایران نیابند جفت. هیچ لازم نیست که سهراب چیزی گفته باشه، چون این خنده در واقع مبتدایی برای این خبر هست، مطلب قبلی تمام شده، چیز کسری نیامده. از اینجور نکات خیلی زیاد هست، حالا در بابش بعد با هم دوباره صحبت میکنیم. ما اینجا هست شود که این تصحیح موسکو یک گام خیلی بلندی بوده واقعا، چون اینا کاری که کردن اینقدر عقل داشتن این دانشمندان شوروی که آمدن یه نسخه محکمی پیدا کردن از قدیم و تا اونجایی که عقلشان رسیده از شبت که ابیات الحاقی اگه بوده بردن و بعض اوقات ابیات اصیل شاهنامه را هم به الحاقات بردن. من خیلی تعجب کردم، خیلی تعجب کردم، بیارم در داستان فریدون اصلا اون در واقع اختتام داستان ضحاک و خطبه فریدون یک شاهکاریست، یعنی اصالتش از دور فریاد میزنه، فریدون فرخ فرشته نبود، همه اینا رو بردن در الحاقات. بعد دیدن کار خراب شده، گفتن آقا این برتلس این کاری کرده، ما نکردیم، برتلس گفته بود چه این و چنان و برده بود به چاپخونه ما دیگه به شادی اون روح مرحوم. این از این اشتباهات هم داره، اما بهدیانی در واقع میخوام خدمتتون میگم در این کتاب شما خطای ساختاری پیدا نمی کنید که یک چیزی غلطی بیاد، مثل این تصحیح جدید که با آره خدمتتون گفتم خطای ساختاری داره، داستانها رو خراب میکنه، خیلی مواقع به طور کل معنی و مفهوم کتاب رو از بین برده در خیلی موارد، چون نمیفهمیده اون شخص، این صحنه رو متوجه نمیشده، جدید بوده براش این کتاب، متوجه امر نمیشده و تا 10-15% اگر اشتباه نکنم علامت اکسکلمیشن مارک، یعنی من نفهمیدم معنی این چی بوده، چون معانی لحظات رو که دارن چی کار میکنن متوجه نباشین، تجسم درستی از قضای نباشه که تصحیح مؤثر نیست که به هیچ وجه. خب امروز عرض شود که زادروز تورج نگهبان هست، دوست در گذشته عزیز ما، مرد بسیار بسیار لطیفی بود تورج نگهبان، انسان بسیار ظریفی بود در گفتار و کردار و انسان بزرگواری بود تورج نگهبان، که شما باش آشنا هستید، عرض میکنم شاعر، ترانه‌سرا و وجود نازنینی که 4 سال پیش فوت شدن متاسفانه و بچه ها عروسشون اینجا هستن، اینجا در تلویزیون باز کار میکنن. امیر هم خیلی دوست داشت که یک قطعه از ایشون پخش کنیم و میرویم و میشنویم گویا اشعاری از مرحوم تورج نگهبان پخش میکنن. توجه بفرمایید، برمیگردیم خدمت شما. با درود بر شما وطنان گرامی، اون مطلبی که به ما قول داده بودن گویا نرسیده است، از جای دیگر حالا قرار بود دانلود بشود یا کسی بیاورد، نرسید که ما صدای خودی تورج رو بشنویم. این ترانه‌ای که شنیدیم کار او بود به سال 1341 و گویا خیلی هم در اون روزگار مورد قبول واقع شده است. شاعر خیلی خیلی خوبی بود تورج و سالیان دراز، خود 3 سال شاید، زمانی که منم در تصویر ایران بودم تورج هم اونجا برنامه داشت، بعض اوقات فرصتی میشد یا به هم میرسیدیم، خیلی خاطرات زیبا داشت عرض کنم که، و مرتب
اشاره می کرد به این خاطرات، چون خب با بزرگان موسیقی دانان و شعرا و اینها اون سلفت داشت، تورج وصله کارهایی که انجام میداد. خیلی خیلی سپاسگزارم امیر جان که نشان دادی. خب عرض کنم خدمت شما که بله اجازه بفرمایید که از این گونه نکات و اینها خیلی زیاد هست، خیلی هم مهم هستن اینها، داره در بابش باز بیشتر صحبت میکنیم. یکی دو نکته بود که دیشب من به اینا پرداخته بودم، این آوردم خدمت شما که من میخوام خدمت شما چیز عرض کنم، و اون این است که این فضلای ما هیچ کدومی کتاب رو نخوندن، حتی کسانی که در این کار بودن نخوندن. از کجا میفهمی که نخوندن؟ حرفاشون میفهمی که نخوندن. عرض کردم ماکان، ترنر ماکان میگوید که من در هندوستان که خیلی زبان پارسی در زمان او زبان رسمی بوده، زبان روشنفکری بوده، پارسی دانان بودن، شعرهای پارسی گوی، من رفتم پیش این آقایان، اینا به خصوص اشراف که اینا خیلی کتاب رو محترم میداشتن و نسخه های نفیس تهیه میکردن، صبح کردن اینا نخوندن، اینا یه چند بیتی حفظن، مثلا دیگه مکسیموم شاید 50-60 بیت حفظ هستن. وقتی که با اینا صحبت میکنم میبینم که اینا کتاب رو نخوندن، و این فضلای خود ما هم نخوندن. نمیدونم کی خونده، من میدونم بهار خونده، مرحوم سیرجانی که مرد ادیبی بود میگوید که این معلم شاهنامه در دانشگاه تهران بیمار شده بود، به اروپا میرفت، گفت فلانی کلاس شاهنامه رو اداره کن، گفت من به عمرم در این کتاب رو نگشوده بودم، خجالت کشیدم، اینا رفتم شروع کردم خوندن اینا. این هم کتاب نیست که یک شبه شما مراجعه کنید یا بخواید مثلا استوار بشید بر مطالب، یا ای که شروع کنید یک کارایی کردن و مقاله نویسی و نمیدونم تصحیحات و اینا و یک شبه سازگاری نداره. این یک کاریست اون سلفتی قدیم لازم داره واقعا که شما بفهمه اینا کی بودن، داستان چی بود و اینا، مراتب داستان ها، اشراف بر داستان ها، ارتباط پهلوانان، صحنه ها، مقصود فردوسی. خب حالا ها اینه میخواستم بگم، هر سبت که ما این شاهکاره حماسی دنیا رو که میخونیم یه اوج دارن، یک جای یه اوج دارن، مثلا فرض کنید داستان ایلیاد که این همه اینو به رخ ما میکشن و حتما هم کار بزرگی هست و اینها، یک اوج داره و اون راجع است به محاصره شهر ترویه و موضوع هلن و حضور آشیل در میدان جنگ و آگامنون و اینها، جنگی برای بازپس گرفتن هلن که حالا چندین فیلم ساختن، سه تاشو من دیدم در باب شجاعت‌های آشیل، یکی هم همین اواخر ساختن دوباره اینا. این کتاب شاهنامه مثل یک در واقع دریای عجیبی است واقعا، موج بعد از موج شاهکارها. شما خیال میکنید این دیگه از این بهتر دیگه موج. یک مرده پشت سرش یه چیزی میاد عظیمتر، حیرت انگیزه، حقیقتا حیرت انگیزه. یعنی کتاب رو که باز میکنید اون بخش های نخستین که راجع است به این اساطیر اولین به قول عرب به کوتاهی گذشته استاد از اینها، و بعد اولین شاهکارها همین داستان ضحاک و فریدون هست، و بعد داستان ایرج و سلم و تور بی نظیر، این گفتگوهای شگفتنگیز، اصلا صحنه های عظیم و زبانی که هرگز در واقع نظیری نیافت در این تاریخ زبان فارسی. شما بگید آه از این دیگه باید مایسته، یک مرتبه داستان منوچه زال پیدا میشه، هنرنمایی زال در حضور منوچه ناگفتنیست، بعد زال و رودابه، بعد رستم پیدا میشه، یکی یکی هر چی شما پیش میرید گمان میکنید که از این بالاتر دیگه در کتاب نیست، باز مواجه میشه با یه کار عظیمتر و عظیمتر، شگفت انگیزه واقعا. عبث نیست که عرض کنم که یک مردی مثل نولکه آلمانی که هرگز به ایران نیامده بود اون چنون به دقت این کتابو خونده و اون چنون خوب تحلیل کرده و خوب فهمید، آدم تعجب میکنه. چندین داستان رو ایشون نام برده که میگوید این یکی بهترینه، این یکی بهترینه اینا، و یه حس عجیب داشته نسبت به کتاب، درست مثل حسی که ما داریم. را اینکه مرد آلمانی بوده و هرگز هم ایران نیومده، مرد ایران شناس.
خب برویم دنبال. امروز میخواستم که این صحنه ای که سهراب هجیر رو آورده است روی تپه، پرچم های ایرانیان رو بهشون داده، یکی که براتون بخونم حکایتی است. یعنی اگر همین بخش از کتاب از فردوسی باقی مونده بود، همین یک تکه که گفتگوی سهراب با هجیر، بفرمود تا رفت پیشش هجیر، بدو گفت کجی نیاید ز تیر. بعد یکی یکی اشاره میکنه به این پرچم های ایرانیان و بعد به رستم میرسه و هجیر فکر میکنه که نه، اگر من معرفی بکنم و این پهلوان رستم رو بکشه، بنیاد خانواده ما هم از ملت دروغ میگه، این یک چی نیست. سهراب مکس میکنه، برمیگرده از نو، همین نام جست از زبان هجیر، بگفتا که نامش ندارم ببیر. اگر از نام چینی بمانم همی، از آن است کورا ندانم همی. نامش بلد نیستم، این پهلوان چینیست. بعد توصیف این پرچم ها و در پشت سر همین قضایا موضوع هویت ملی و برکشیدن ایرانیان و شخصیت دادن به ایرانیان، یک داستان حیرت انگیز است این گفتگوی سهراب و هجیر. خب برویم دنبال داستان. بله، اونجایی است که تابوت اسفندیار رو آوردند. در پیش خانوادهش و اون سخنان سوزناک اسفندیار که پدرش گفت که تو منو به کشتن دادی و چنین و چنان کردی. خب یکی نغز تابوت کرد آهنین، بگسترد فرشی ز دیبای چین. بیندود یک روی آهن به قیر، این عرض کنم رستم داره این کار رو میکنه، پراکند بر قیر مشک و عبیر. تابوت رو در واقع قیراندود کرد و با مشک و عبیر خوشبو کرد. ز دیبای زربفت کردش کفن، پیکر اسفندیار رو خروشان بر او نام دار انجمن. ببینید این خروشان که آورده، یعنی معنیش این است که زمانی که رستم داشت پیکر اسفندیار رو میپیچید به دیبای زربفت، یعنی ابریشم تار و پود طلا در واقع یا تار طلا، مردم میگریستند خروشان بر او نامدار انجمن. از اون پس بپوشید روشن برش، ز پیروزه بر سر نهاد افسرش. امروز در ضمن با آقای کربلایی صحبت میکنیم، هایی که تشریف داشته باشن. سر تنگ تابوت کردند سخت، کردند سخت یعنی محکم کردند. شدن بار ور خسروانی درخت، چلشتر بیاورد رستم گزین، ز بالا فرو هشته دیبای چین. دو اشتر بودی زیر تابوت شاه، چپ و راست پیش و پسندر سپاه. چپ و راست پیش و پسندر سپاه، یعنی تابوت بین سپاهیان حرکت کرد، هم به چپ هم به راست، مقابل و پشت سر گروه سواران بودن که با احترام تابوت اسفندیار رو می بردن. یکی از موضوعاتی که مورد توجه نقاشان و مینیاتوریست‌ها بود، یه تابلوی دیدم از سهراب در آغوش رستم، یک هنرمند هموطن اصفهانی به نام آقای مهدیی، یک دوستی به من نشون دادن، بسیار بسیار زیبا بود، بسیار بسیار گویا، رستم در حالی که افقهای دور رو نگاه می کند، سهراب در آغوشش، بسیار زیبا.
این موضوع هم از اون موضوعات بود، تابوت اسفندیار. خب دو اشتر بودی زیر تابوت شاه، چپ و راست پیش و پس اندر سپاه، همه خسته روی و همه کنده موی، زبان شاه گوی و روان شاه جوی. دیدید بر چیز حسین 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 میکنن، زبان شاه گوی و روان شاه جوی، یعنی احوال اونها به گونه ای بود که در واقع در فقدان اسفندیار میسوختند. زبان شاه گوی و روان شاه جوی، فقدانش محسوس بود، فقدان اسفندیار محسوس بود. بریده بش و دم اسب سیاه، پشوتن همی برد پیش سپاه. خب اینا مراسم ایرانی را هم میتوانیم ببینیم. پشوتن که رایزن اسفندیار بود، دم اسب رو بریده بود و موهای پیشانی از یال اسب رو، قسمت جلوی یال اسب رو بریده بود و به نشانه عزا در جلو می برد. بله، گریده بش و دم اسب سیاه، پشوتن همی برد پیش سپاه. به به، در واقع اسب یال بریده و دم بریده اسفندیار رو پشوتن جلو جلو می برد، اشارش به اسب در واقع. برو برنهاده نگونسار زین، ز زین اندر آویخته گرز کین. خب زین رو نگونسار کرده بود، یعنی زین به حالت عادی نبود، و عرض شود که اون گرزی که علامت قدرت پادشاهی است رو آویخته بود. پس صحنه رو ما میتونیم تجسم کنیم، اسب اسفندیار در حالی که یالشو بریدن و دمشو بریدن دست پشوتن هست، در جلو سپاه حرکت میکنه و پشتش پشوتن یک گروه سپاهیان هست، دست راست و دست چپ تابوت و پشت سر تابوت هم سپاهیان هستن، همه شاهگوی و روان شاهجوی دارن حرکت میکنه. بله، سپه رفت و بهمن به زابل بماند، به مژگان همی خون دل برفشان. تابوت رو ارسال کردن، فرستادن به وجهی که تشریفاتش رو گفتیم، اما بهمن موند به زابل. ای کاش نمونده بود به زابل. خط یک، بسیار خوب، صدای آقای کربلایی رو میشنویم. درود بر شما آقای کربلایی گرامی. درود بر جناب مشیری عزیز، قربون شکلت. خوبی شما؟ جناب مشیری جانم عزیز، من از این که مزاحم میشم و گاهی میام روی خط، دلم نمیاد که شما رو رها کرده باشم، چون خیلی چیزا رو نمیفهمیدم، حالا دارم میفهمم ولی دیر شده. از جوانا میخوام که تا مثل من پیر نشدن، آخر عمرشون نشده، بفهمن شاهنامه رو. توی خونه مهمان بودیم اون هفته، شاهنامه جلدش بسیار زیبا، ولی درش که با میکردی باید میزنستش دور. چه به چه دلیل؟ به دلیل اینکه با یک خط نوشته بودن که هیچ کس نمیتونست بخونه، اکثر چیزا رو هم حذف کرده بودن از درش. آها آها، بفرمایید آقای کربلایی، کجا رو میخوانید امروز برای ما؟ همین فرمایش که دارید میکنید، گرچه که من در این حد نیستم، ولی اجازه بدید دنباله فرمایشات شما رو بخونم. میگید بفرمایید آقای کربلایی، بفرمایید. به گشتاش و آگاهی از را، نگون شد سر نام بردار شاه،
جامعه را چاک زد بر برش به خاک اندر آمد سر افسرش خروشی بر آمد زیوان بزار جهان شد پر از نام اسفندیار به ایوان زهر سو که رفت آگهی بیند آخر کس کلاه مهی همی گفت پشناست که پاک چون تو نبیند زمان زمین پس از روزگار منوچهر باز نیاید چو تو نیز گردن فراز بیالود تیغو به پالود کیش مهان را همی داشت بر جای خیش. با درود به جناب مشیری، درود بر شما عزیزم، همه کارکنان محترم تلویزیون، کارگردان محترم، گردانندگان دیگر تلویزیون، حق یار و نگهدار شما. اون سایتی که من اشاره کردم در اینترنت دنبال میکنم، این بار دیدم نوشته که مسلمان شدن رستم به دست حضرت علی. باشه عزیزم، باشه، قربان شما باشه. مسلمان شدن رستم به دست حضرت علی. خب از این چیزا عوام الناس دوست داشتن، میدونین علاقه شون دوگانه بود، میخواستن یک آشتی برقرار کنند به این پهلوان ملی ما و علی. هر شبت که رستم نامه ای هم بود، بود زمان قاجار نوشته بودن، کشتی میگرفت رستم با علی، بعد رستم در واقع علی کمر رستم رو گرفته پرتابش کرده به از ابرها. ما یادم بچه خیلی بچه بودیم میخونیم چیزا، خیلی هم برخورد، واقعا خیلی برخورد، یک توهین عجیبی بود. از ابرها گذشت، اینا گفت خدایا به دادم، گفت بگو یا علی، بابا جان بگو یا علی. بعد علی دست کرد تو ابرها کمرش کرد. ببینیم پیش پدرمون اختلاف سنی ما هم خیلی خیلی زیاد بود، حوصله زیادی نداشت با ما گپ بزنه. گفتم بابا اینا اینجوری نمیشه اینا. گفت پسر اینقدر مهمل نخون، اینا چیز نگاه میکنی، اینا مزخرفات، گوش نکن اینا. خوشحال شدیم حالا به هر صورت، حالا چیزایی همه چیزی که ایشون گفت من نمیتونم اینجا بگم در باب عرض کردم که این کشتی. خب عرض شود که تهمتن ببردش، یعنی کیو؟ بهمن رو، به ایوان خیش. این بار دوم هست که رستم داره کسی رو پرورش میده. یک بار سیاووش رو، تهمتن ببردش به زابلستان، نشستنگهی ساخت در گلستان. اینجا باز میفرماید که تهمتن ببردش به ایوان خیش، همی پرورانی چون جان خیش. چون حس گناهی هم داشت که پدرش کشته شده بود به دست او، داشت این در واقع بچه اژدها رو پرورش میداد. به گشتاسب آگاهی آمد زراح، نگون شد سر نام بردار شاه. همی جامه را به تظاهر به ریا، چون گفته بود آورده بود منجمین رو گفته بودن آقا این جانش در دست رستم اونجا کشته میشه، گفت بفرستیمش همونجا. وراهوش در زابلستان بود، به دست تهم پور دستان بود. بله، همه جامه را چاک زد بر برش، به خاک اندر آمد سر و افسرش. خروشی بر آمد ز ایوان به زار، جهان شد پر از نام اسفندیار. به ایران ز هر سو که رفت آگهی، بینداخت هر کس کلاه مهی. بینداخت هر کس به تماشایی، رفتند به صحرایی.
ما را که تو منظوری خاطر نرود جای. سعدی کبیر. خب به ایران زهر سو که رفت آگهی، بینداخت هر کس کلاه مهی. همی گفت گشتاسپ کی پاک دین، که چون تو نبیند زمان و زمین. پس از روزگار منوچهر باز، نیامد چو تو نیز گردن فراز. بیالود تیغ و بپالود کیش، مهون را همی داشت بر جای خیش. بپالود تیغ و بیا ببخشید بیالود تیغ و بپالود کیش، یعنی بعد از ضرب شمشیر دین رو پاک کرد. آلودن و پالودن. بزرگان ایران گرفتند خشم، ز آزرم گشتاسپ شستند چشم. حیا رو برداشتن دیگه، از ز آزرم گشتاسپ شستند چشم. عجب تعبیر زیباست. شرم رو شستشو کردن. در یکی از فرازهای شاهنامه این بیتم باز هست: رفتند و بردند پیشش نماز، به پیچید و پاسخ نداد ایچ باز. که رستم که باشد که پیمان من کند سست و پیچد ز فرمان من. یکی بانگ برزد به گیو از نخست، پس آنگاه شرم از دو دیده بشست. یعنی کابوس کی. اینجا میگوید بزرگان ایران شرم رو شستشو کردن، یعنی رو درواسی رو با این آقا که گشتاسپ باشه کنار گذاشتن. یه بیتی دیگه، بیشتر وقت نداریم. بله. به آواز گفتن. به آواز گفتن یعنی صدا رو برکشیدن، نه اینکه دشتی خوندن یا ابو عطا. به آواز گفتن که شور بخت، چو اسفندیاری تو از بهر تخت. بعض اوقات یک بیت مبتداست برای تمام کردن خبر، مثل این دو بیت. بزرگان ایران گرفتند خشم، ز آزرم گشتاسپ شستند چشم. به آواز گفتند که شوربخت، چو اسفندیاری تو از بهر تخت. این مبتداست. به زابل فرستی به کشتن دهی، تو برگاه تاج مهی بر نهی. اینجا معنی تمام شد. در واقع بیت نخست رو عرض کنم که پایه بیت دوم شد. اینجا خیلی موارد هست اینجور در کتاب مستطاب و مقدس شاهنامه فردوسی. عرض می شود که وقت ما هم در اینجا هم وطنان به پایان رسید. روز 29 همین ماه، آخرین یک شنبه است که ما در اولمپیک کالکشن، در واقع در همین تقاطع ساتل و عرض شود که اولمپیک، اونجا در باب شاهنامه صحبت میکنیم. با سپاس از امیر، با سپاس از شما بزرگواران، هموطنان و همزبانان گرامی، برنامه رو میبندیم تا بحثی دیگر. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.